درود بر شما مخاطبان شریف. خلاصه ای از دوتا مناظره آقای پزشکیان و آقای جلیلی قبل از دور دوم انتخابات. پزشکیان گفت افزایش قیمت بنزین در دولتم رو تکذیب می کنم. او گفت برخی از این بچه های حزب اللهی به من در حرم گفتند منافق. من منافقم؟ پزشکیان گفت با کفر می شود مملکت را نگه داشت، اما با ظلم نمی شود. بازار فیلتر شکنها یک اشتباه است که باید جمع شود. خودرویی که قیمتش 20 هزار دلار است را به مردم می فروشیم 100 هزار دلار. آن هم به مردمی که حقوقشان 100 دلار در ماه است. جلیلی گفت در 48 ساعت گذشته کلی مطلب علیه من تولید شده که هیچ کدام ارتباطی به موضوعات مردم ندارد. اهل سنت و اقوام تبدیل به معامله شدند. که تو بیا رأی بده، من این کار را برایت انجام می دهم. جلیلی در ادامه گفت در ایام انتخابات نباید حقوق مردم را با رأی معامله کنیم. او گفت طبق بررسی های ما سرعت اینترنت موبایل حداقل 10 برابر و سرعت اینترنت ثابت حداقل 5 برابر افزایش خواهد یافت. پزشکیان گفت بدون تعامل با دنیا از تمدن دور خواهیم ماند. نقدینگی کشور در دولت شهید رئیسی بالا رفته چون پول چاپ کرده ایم. دوستان شما کسانی هستند که سفارت عربستان سعودی را آتش زدند. پزشکیان در ادامه گفت جلوی این چشم مردم میگویم همین الان انصراف میدهم اگر جلیلی بتواند رشد اقتصادی 8% را محقق کند. اگر نتوانست اعدامش کنید. سعید جلیلی در مورد برجام گفت زود ملت خودمون رو متهم نکنیم و طرف مقابل رو تبرئه. ما فراتر از تعهداتمون رو انجام دادیم. ما طلبکار هستیم. باید اول بخواهیم به تعهداتشان عمل کنند. اگر قبول نکردند نباید کشور را معطل کنیم. او گفت همین الان نفت را به همان قیمت عادی که در دنیا رایج است میفروشیم. ما سیاست فعلی رو با قدرت ادامه خواهیم داد. جلیلی گفت پزشکیان کشور را عقب میاندازد و برنامه پزشکیان شعاری است. پزشکیان گفت اگر اینقدر نفت میفروشید پس چرا اینقدر مردم بدبخت شدند؟ او گفت دیشب این تداعی شد که من به سردار سلیمانی بی احترامی کردم. من ایشان را غرور ملی و خار چشم دشمنان میدانم. قرار بود 4 میلیون مسکن بسازند. قرار بود تورم را تک رقمی کنند. پزشکیان در ادامه گفت جلیلی فقط داد می زند. این همه که می گویی سرمایه گذاری شده یکیش رو اسم ببر. پزشکیان گفت ای مردم در دوره خاتمی زندگیتان بهتر بود یا در دوره رئیسی؟ من حزبی نیستم. همه این را می دانند. من رئیس دانشگاه بودم و دو پسرم را برای ساخت خانه بهداشت با خودم بردم و آنها کارگری کردند. جلیلی گفت برای آقای پزشکیان متاسفم که کشور را قفس می نامد. پزشکیان راه حلی برای تحریم ندارد و می خواهد امتیاز بدهد. دیگر چه امتیازی می خواهید بدهید؟ جلیلی در ادامه گفت شما برنامه ای ندارید. عوض این که برنامه خود را توضیح دهید به من می گویید که برنامه بده. چرا به من می گویید طالبان و چرا حکم اعدام برای من می دهید؟ نگاه روحانی مبتنی بر بی‌عدالتی بود. جلیلی در ادامه گفت چرا من را تحقیر می‌کنید و می‌گویید دولت سایه؟ ظریف قرارداد بدی نوشت چون ابتدایی ترین چیزها را نمی‌دانست. پزشکیان گفت دولت با مداخلات هر روزه در بورس بی‌ثباتی ایجاد می‌کند. برای کسری بودجه هم نباید از بورس استفاده کنیم. در دولت شهید رئیسی وعده دادند در سال 1 میلیون مسکن خواهند ساخت. آینده تهران با فاجعه روبرو خواهد شد. جلیلی گفت افتخار می کنند که اصلا یک مسکن هم نساختند. نگاهی که برخی دوستان می گویند مسکن مهر مزخرف است. خب خودتان چه طرحی داشتید؟ افتخار می کنند که اصلا یک مسکن هم نساختند. پزشکیان اطلاعات ابتدایی هم ندارد. مجری پرسید اگر تولید خودرو و تیراژ آن بالا برود شما واردات خودرو را قطع خواهید کرد؟ جلیلی پاسخ داد نه خیر، باید بازار را طوری کنترل کنید که تولید کننده شما فکر نکند همه چیز دست اوست. بنده زمانی که معاون اروپا و آمریکا بودم در مسکو مشتری سمند داشتیم. 6 ماه در مسکو در صف سمند بودند. راه حل جلیلی برای مشکل خودرو این بود که باید تولید داخلی را افزایش دهیم. سعید جلیلی در ادامه گفت مردم عزیز
انتخاب بین بازگشت به 8 سال تعطیلی کشور یا امتداد شهید رئیسی در احیای کارخانه هاست و شما باید انتخاب کنید. پزشکیان گفت مردم اگر واقعا در این دولت وضعتان خوب بوده به همین آقای جلیلی رأی بدهید. پزشکیان گفت مردم حق دارند اعتراض کنند. اعتراضات خیابانی حق مردم است. نمی توانید این حق را محدود به حضور در جای خاصی بکنید. اگر قانون اشکال دارد قانون را تغییر دهید، اما با این قانون مردم حق دارند اعتراض کنند. او در ادامه گفت در مسائل امنیتی مانند اعتصابات و اعتراضات می توان اینترنت را قطع کرد. جلیلی به پزشکیان گفت شما امتیاز دادید و باعث افزایش قیمت دلار شدید. اشکال شما این است که متخصصان ما را به رسمیت نمی شناسید. در بحث برجام و FATF طلبکاریم. راه جایگزین دارم. نباید منفعل بشویم. چرا می گویید پیچ را شل کرده اند؟ این مصیبت است. من برنامه دارم که آمریکا را از تحریم کردن پشیمان کنم. چرا به من می گویید طالبان و حکم اعدام می دهید؟ پزشکیان گفت آدمی توهم داشت و می گفت با 1,000,000 تومان شغل ایجاد خواهد کرد. جلیلی به سبد کالا می گوید برنامه. اما جالبه بدونید که آقای جلیلی 59 ساله هستند و آقای پزشکیان 70 سالشون هست. سعید جلیلی در تاریخ 15 شهریور 1344 در مشهد به دنیا آمد. پزشکیان در 7 مهر 1333 از پدری ترک آذری و مادری کرد در مهاباد به دنیا آمد. پدر سعید جلیلی مدیر دبستان نواب صفوی ناحیه یک مشهد بود و دانش آموخته زبان فرانسه و اهل بیرجند. سعید جلیلی در سال 71 با خانم فاطمه سجادی ازدواج کرد. سجادی پزشک عمومی هست. جلیلی یک فرزند به نام سجاد داره. جلیلی با زبانهای انگلیسی و عربی آشنایی داره. او تا سال 1384 ساکن کرج بود. جلیلی در زمان جنگ 8 ساله ایران و عراق از دبیرستان تا دوران دانشجویی به عنوان بسیجی بارها در جبهه های جنگ حضور پیدا کرد. او در دیماه 1365 دیدبان تیپ 21 امام رضای خراسان بود که در عملیات کربلای 5 زخمی شد و در بیمارستان صحرایی منطقه شلمچه به خاطر نبودن امکانات و وضعیت اورژانسی پای راست خودش را از دست داد. بعد از اون در قسمت تدارکات لشکر حضور پیدا کرد. مسعود پزشکیان تحصیلات ابتدایی خودش رو در زادگاهش مهاباد طی کرد. سپس به ارومیه رفت و در هنرستان کشاورزی ارومیه دیپلم صنایع غذایی گرفت. بعد از اخذ دیپلم در سال 1352 جهت انجام خدمت سربازی به شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان منتقل شد و در همین دوره بود که به پزشکی علاقه پیدا کرد و در نتیجه در سال 1354 و پس از اتمام خدمت سربازی قبل از انقلاب دیپلم دومش رو در رشته علوم تجربی اخذ کرد و در سال 1355 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پذیرفته شد. پزشکیان در دوران جنگ ایران و عراق مسئول اعزام اکیپ‌های پزشکی به جبهه ها بود و همزمان به صورت رزمنده و پزشک فعالیت می‌کرد. نظر شما بزرگواران چیه؟ آیا رأی خواهید داد یا نه؟ و اگر رأی بدید به جلیلی رأی میدین یا پزشکیان؟ سپاسگزارم که کامنتتون رو می‌نویسید. اگر روی این تصویر کلیک کنید بخشی از زندگی آقای پزشکیان رو خواهید دید. سپاس از لطف شما به خاطر لایک این ویدیو. خدا نگهدار.